کارزاری پرتب و تاب و غیر متعارف. در سالی که زیر سایه عواقب همه‌گیری کرونا گذشته، رای دهندگان آمریکایی تصمیم می‌گیرند آیا دونالد ترامپ را در کاخ سفید نگه دارند یا جو بایدن را به جایش بیاورند. من هادی نیلی خواستم بفهمم رای دهندگان در ایالت‌های سرنوشت‌ساز چطور تصمیم می‌گیرند و چه مسائلی واقعاً برای آنها مهم است. در پنسیلوانیا پرسیدم به نظرشان ترامپ چطور در بحران کرونا عمل کرده. فکر می‌کنم خوب بود. در کارولینای شمالی که سنگر جمهوری خواهان بوده، از یک نظامی سابق پرسیدم عملکرد رئیس جمهور را چطور می‌بینند. دونالد ترامپ خطرناک‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا است که من تا حالا دیدم. در مریلند، در شهر اغلب سیاه پوست بالتیمور، سوالم این بود که آیا اعتراض‌های نژادی اخیر می‌تواند خودش را در آرای انتخاباتی نشان دهد؟ نژاد پرستی آموزش داده میشه. آدم ها از کجا یاد میگیرن نژاد پرست بشن؟ و در ویرجینیا از مخالفان سقط جنین پرسیدم چطور اعتقاداتشان در رأی آنها مؤثر است؟ اصلا به این خاطر دارم رأی میدم که به دونالد ترامپ رأی بدم، چون حامی زندگیه. شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف، آدمهای مختلف، اما همه درباره انتخاب یک رئیس جمهور. آمریکا بر سر دوراهی. ایالت پنسیلوانیا در طول قرن اخیر اغلب به عنوان پایگاه محکم حزب دموکرات شناخته می شده، جایی که رأی طبقه کارگر یا یقه آبی ها تعیین کننده است. اتحادیه‌های کارگری نزدیک به دموکرات ها همیشه نقش محوری در کمک به نامزدهای این حزب و سازماندهی به نفع آنها داشتند. خیلی ناظران میگویند منطقه شمال شرقی پنسیلوانیا بود که دونالد ترامپ را به ریاست جمهوری رساند، جایی که همین کارگران سابقاً حامی حزب دموکرات به نامزد حزب جمهوری خواه رأی دادند. جری ریچی، صاحب این پیتزا فروشی که 40 سال است اینجاست، دوره قبلی به دونالد ترامپ رأی داده. یکی از چند ده هزار نفری در پنسیلوانیا که چنین رأیی دادند. او تعریف می‌کند که چطور در دوره کرونا و تعطیلات اجباری برای مهار ویروس همه تلاشش را کرده تا کسب و کارش را سر پا نگه دارد، از جمله به کمک وام‌های دولت آمریکا. یکی از آنان که برای دهه‌ها خودشان و نسل‌های قبلیشان به دموکرات‌ها رأی داده بودند ولی دونالد ترامپ موضعشان را عوض کرد. چقدر عملکرد دولت ترامپ درباره همه‌گیری کرونا را تایید می‌کنید؟ فکر میکنم خوب بود. میدونید، مثل همه جای دیگه در سیاست بعضی وقتا نمیشه به اندازه کافی کار کرد چون دستتون بسته است. اینه که میگم عمل کرده ترامپ هم بد نبود. میدونید، در کاسبی های کوچک مثل ما خیلی به ندرت پیش میاد که بشه تغییر بزرگی دید، ولی در این همه گیری کرونا هر روز یک مشکل جدید پیش میاد. اولش ماسک نبود، گیر نمی اومد. همه چیز دیوانه کننده بود چون مردم نمی دونستن چه کار باید بکنند. دینا دختر جری پرستار است. او و شوهرش در یک خانه سالمندان کار می کردند تا که کرونا آمد و آنها هم جزو میلیون ها نفری بودند که در آمریکا بیکار شدند. از آن زمان او به پیتزایی پدرش برگشته و مثل دوره نوجوانی و دانشجویی کمک دست او شده، جایی که دو دختر مدرسه ایش هم به کلاس درس مجازی و مشقهای از راه دورشان میرسند. او برخلاف پدرش مخالف سرسخت دونالد ترامپ است و میگوید دیگر طاقت ندارد او یک دوره دیگر در کاخ سفید بماند. برای بابام کلاه ترامپی خریدیم. اینطور چیزهای ترامپی براش میگیریم چون به ترامپ رأی میده. تو بعضی چیزها با پدرم موافق نیستم ولی اصلا روی رابطمون تاثیر نمیذاره. شما و پدرتون درباره چه مسائلی موافقت دارید؟ قطعا درباره مسئله نظم و قانون با هم موافقیم. قطعا هر دومون درباره وضع بیمه درمانی موافقیم. ما به طرح بیمه درمانی که اوباما راه انداخت وابسته ایم، به خصوص وقتی بیکار شدیم. این خیلی روی وضعیت من و شوهرم و خانواده‌ام تأثیر گذاشت. بهش نیاز داریم. کشورهای دیگه مرخصی زایمان دارن، ما نداریم. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، برای هر کدوم هم 2000 دلار از جیبم خرج کردم. ما یعنی آمریکا میتونیم بهتر از این باشیم. فکر کنم پدرم هم در این باره موافقه.
فضای سیاسی آمریکا دو قطبی تر از همیشه به نظر می رسد. با وجود این اختلاف ها، جمع خانوادگی جری همچنان گرم است. دخترتون الان داشت می گفت که شما هم گاهی بحث می کنید. بله. بعضی وقتها حرارت بحث یکم بالا میره، ولی نه زیاد. آره، بعدش هم شام می خوریم. شعار اصلی دونالد ترامپ در این انتخابات نظم و قانون است، با اشاره به ناآرامی‌ها و شورش‌های ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف آمریکا. شعاری که امیدوار است افرادی به جز حامیان همیشگی‌اش را هم جذب کند. پسرم که اسمونم جری، یک مأمور پلیس تمام وقته. اینه که برای همه ما پلیس مهمه. یه زمانی نزدیک بود که این کار رو کنار بگذاره به خاطر فقدان احترام به پلیس. جری تصمیمش را گرفته و باز به دونالد ترامپ رای می دهد، ولی توقعاتی هم دارد. یک کاری که دوست دارم ترامپ بهتر در اون عمل کنه اینه که بیشتر درباره کره زمین به فکر باشه. خب میدونی این اطراف ما، این منطقه برای زغال سنگش معروف بود. هر دو بابا بزرگ من توی معدن زغال سنگ کار میکردن. میدونم که آقای ترامپ دوست داره زغال سنگ رو دوباره زنده کنه. فرکینگ یا استخراج گاز با شکافتن و لرزاندن لایه زمین، این اطراف خیلی بحث برانگیزه. فکر کنم او میتونه بهتر از این به نگرانی ها درباره نسل آینده توجه کنه. این چیزیه که من نگرانشم. میخوام جهان بهتری به این نسل جدید بسپارم و به محیط زیست لطمه نزنم. خیلی از کسانی که در پنسیلوانیا پیروزی دونالد ترامپ را رقم زدند، به امید شعارهای او برای برگرداندن آمریکایی‌ها به سر کار بودند. وعده‌ای که البته برآورده کرد. بیکاری در این ایالت به پایین‌ترین میزان در تاریخ ثبت شده رسید، که البته بحران کرونا آمد و وضعیت غیرعادی شد. یکی دیگر از حامیان دونالد ترامپ که پای رأیش ایستاده، دبی ساتون است که در بیکاری حالا به طور موقت مغازه‌ای برای فروش اجناس تبلیغاتی دونالد ترامپ راه انداخته. اصلا نمیدونم، فکر کنم باید روی شلوار پوشیدش، یه طوری که انگار اون داره شما رو حمل میکنه. برای او سخت است تصور کند کسی که دور قبلی به دونالد ترامپ رای داده این بار به جو بایدن رای بدهد. کدوم حرف بایدن رو قبول دارم؟ ماسک زدن، همین. هیچ چیز دیگه که از دهنم بیرون بیاد رو قبول ندارم. چون کلن به سیاستمدارا اعتماد ندارید؟ آره، بهشون اعتماد ندارم و همینه که به ترامپ اعتماد دارم. چون سیاستمدار نیست، تاجره. میدونه چطور کارها رو اداره کنه و همین بود که ازش خوشم اومد. عروسک خیمه شب بازی نیست. نیازی نداره بهش بگن چی کار باید بکنه. کاری میکنه که حسش میگه. در این محدودیت‌های کرونا که تقریباً فرصتی برای تجمع‌های انتخاباتی همیشگی باقی نگذاشته، به ندرت میتوان شاهد رویدادهای جمعی بود. این گروه از شهروندان دوچرخه سوار در شهر اسکرانتون هر هفته دور هم جمع می شوند و رکاب می زنند. فرصتی برای من که از آنان سراغ انتخابات را بگیرم. جو بایدن خیلی بیشتر به چیزهای توجه میکنه که مردم در مناطق شهری آمریکا بهش نیاز دارن. ما به بیمه عمومی نیاز داریم. اینترنت سریع، نوسازی زیرساختها، پلها و جاده هامون دارن خراب میشن. من به عنوان یک ترقی‌خواه خیلی دوست دارم چیزی مشابه کارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا انجام شد ببینم. اینکه آمریکایی‌های زیادی سر کار رفتند و کشور را دوباره سر پا کردند. جو بایدن که خودش متولد شهر اسکرانتون با جمعیت کارگر است، میگوید این انتخابات رقابت بین این شهر است با خیابان پارک شهر نیویورک که محل زندگی دونالد ترامپ و خانواده‌اش بوده. اما به نظر نمی رسد حتی همه ی حامیان خود آقای بایدن هم چندان با این تصور همراه باشند. من باشم میگم این رقابت وال استریت با وال استریته. نمیشه توی انتخابات آمریکا پیروز شد مگه اینکه یک پایگاه مالی خیلی بزرگ داشته باشی. ولی ما باید پول رو از نظام انتخاباتیمون بیرون کنیم. باید جوری باشه که هر کسی بتونه رقابت کنه. در حال حاضر سیستم جوری شده که فقط میلیونرا بتونن. بوریس کراچزنیوک در همه این سالها در اسکرانتون خبرنگار رسانه‌های محلی بوده. میگوید این ایالت همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مهم بوده، طوری که او فرصت داشته با هر نامزد چندین بار دیدار و مصاحبه کند. وضعیتی که این بار هم میتواند تعیین کننده پیروز انتخابات باشد. سال 2016 ترامپ در ایالت پنسیلوانیا با 44,000 رأی بیشتر پیروز شد.
در مقایسه با انتخابات دوره قبلی که سال 2012 بود و باراک اوباما پیروز شد، جمهوری‌خواها 55 هزار رای بیشتر گرفتند. در واقع نتیجه انتخابات در پنسیلوانیا رو همین رقم زد و نتیجه رای پنسیلوانیا هم در پیروزی نهایی دونالد ترامپ تعیین کننده بود. ساده بخوام بگم، اگر اوضاع همونطور مثل موقعی که اوباما برد مونده بود، ترامپ در پنسیلوانیا شکست می‌خورد. هیچ تردیدی وجود نداره که بخشی از این کسانی که رأیشون ترامپ رو رئیس جمهور کرد، دوره قبلی به اوباما رأی داده بودن. طبقه کارگر به دلایل مختلف، از جمله اینکه هرچند نمیدونستن ترامپ چه جور رئیس جمهوری خواهد بود، ولی از اینکه اونطور صریح حرف میزد خوششون اومد. ولی این دوره دیگه 4 سال عملکرد ترامپ جلوی چشمشونه. در آخرین روزهای مانده تا پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری 2020، هر دو نامزد اصلی تلاششان را بر این گذاشتند که تا جای ممکن عده‌ای بیشتری از رای دهندگان احتمالیشان را از جمله در پنسیلوانیا پای صندوق رای بکشانند یا برای رای دادن زود هنگام ترغیب کنند. از حدود 150 میلیون نفری که برآورد می‌شود در این انتخابات شرکت کنند، رای چند ده هزار نفر در ایالت پنسیلوانیا می‌تواند برنده را معلوم کند. کارولینای شمالی معمولاً جایی نبوده که نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از اول برای پیروزی روی آن حساب کنند. اما این بار نامزد حزب دموکرات در رقابتی نزدیک با رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه به دنبال رأی این ایالت هم هست. جامعه نظامی‌های کنونی و سابق یکی از گروه‌های جمعیتی کلیدی در کارولینای شمالی است. به شهر فورت برگ می‌روم، یکی از بزرگترین مجموعه‌های نظامی جهان. یکی از پاتوق‌های نظامی‌های فعلی و نظامی‌های سابق یا بازنشسته، فروشگاه‌های لوازم نظامی است. جایی که از لباس تا قمقمه آب، از سردوشی تا چادر صحرایی در آن برای فروش هست. نو و دست دوم، اصل نظامی یا نمونه‌های موجود در بازار. بانی میب، صاحب و مدیر فروشگاه لوازم نظامی، سال هاست که اینجا را اداره می‌کند. همسر و پسرش هم کمک دستشند. یه مقداری نگرانم. الان در کشور ما خیلی تفرقه افتاده. درون خود دموکرات ها و درون خود جمهوری خواهان هم تفرقه هست. به نظر من یک رئیس جمهور جمهوری خواه برای نیروهای نظامی ما بهتره. ولی من امیدم اینه که این کشور خوب فکر کنه که چی میتونه به ملتمون کمک کنه. چی میتونه کمک کنه ملتمون دوباره یک ملت بشه. دوباره یک کشور خوب بشه. فکر میکنم رای به جمهوری خواها الان برای کشور ما بهترین انتخابه. جورج بویر، نظامی بازنشسته، یکی از مشتری های ثابت این فروشگاه بزرگ است. میگوید اگر هم چیزی نخرد گردش میکند. او دور قبلی به دونالد ترامپ رای داده. پس شما میخواین ترامپ 4 سال دیگه رئیس جمهور بمونه؟ بله، من شخصا اینطور دوست دارم. شروع کرده نیروهامون رو برگردونه خونه، اقتصاد رو قوی کرده بود. کرونا بود که اومد خرابش کرد. بازار سهام داشت همینطوری میرفت بالا. وضعمون خوب بود. چین رو هم به چالش کشیده بود. اگه 4 سال دیگه داشته باشه، اوضاع رو بهتر میکنه. اما این موضع همه بازنشسته های نظامی نیست. باب کلبرو، سرهنگ بازنشسته ارتش در خانه ساحلیش، میگوید خیلی دیگر از نظامی‌های فعلی و همینطور نظامی‌های سابق مثل او نمی‌خواهند دونالد ترامپ فرمانده کل قوا بماند. او بعد از بازنشستگی مشاور پیمانکاران نظامی و همینطور اندیشکده‌های پایتخت بوده. تعریف هم کرد که از نوجوانیش اتفاقی با اشعار عمر خیام آشنا شده و به او علاقه دارد. هر سال هم شب یلدا را در حیاط خانه‌اش جشن می‌گیرد. این سنگ سفید هم نشان جایی است در افق که خورشید در این درازترین شب سال غروب می‌کند. دونالد ترامپ خطرناک‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست که من تا حالا دیدم. با وجود همه این تهدیدهایی که آمریکا در این چند دهه گذشته تجربه کرده، بله، فرقش اینه که ترامپ داره در داخل کشور بین ما تفرقه میندازه. ما هیچ وقت اینطور دچار تفرقه نبودیم. اعتقاد دارم که این مشکل موقتی و میگذره، ولی باید ببینیم در عمل چطوری میشه. Four more years of President Trump would lead us into a national security situation
4 سال دیگه ریاست جمهوری ترامپ ما رو در وضعیتی از نظر امنیتی قرار میده که من حتی تصورش رو نمیتونم بکنم. بعد جنگ جهانی دوم ایالات متحده همه کشورهای دنیا رو رهبری کرد تا نهادهایی برای گفتگو و قانونگذاری بین‌المللی ایجاد کنند تا جلوی جنگ رو بگیره. عمدتاً هم مؤثر بود. برای 60 تا 70 سال دونالد ترامپ داره تلاش میکنه اونها رو هم از بین ببره. گرایش رأی نیروهای نظامی و بازنشسته‌های نظامی موضوع مطالعات و نظرسنجی هاست. از جمله پیتر فیور، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک، در این باره کار کرده. نیروهای نظامی سابق و بازنشسته‌های نظامی بیشتر از میانگین جامعه آمریکا به سمت جمهوری خواهان تمایل دارند. یعنی در یک انتخابات به طور معمول نامزد جمهوری خواهان رأی بیشتری از بین اینها میاره. ترامپ به عنوان یک نامزد جمهوری خواه این برتری رو داره، ولی در این دوره انتخابات این برتریش نسبت به دوره قبلی تحلیل رفته. در بعضی از جاها بین نظامی های سابق بایدن و ترامپ شونه به شونه هستند. این میتونه در ایالت هایی مثل کارولینای شمالی و فلوریدا به نفع نامزد دموکرات ها باشه. میزان بالای آرای پستی و آرای زودهنگام که مردم در صف‌های طولانی ایستادند تا به صندوق بیاندازند، چشم‌اندازی از مشارکت بالا در ایالت کارولینای شمالی به دست می‌دهد. رقابت نزدیک در این ایالت باعث شده چشم دو اردوگاه انتخاباتی تا آخر به آن دوخته بماند. شهر بندری بالتیمور در شرق آمریکا در ایالت مریلند از جمله شهرهای عمده ایالات متحده که جمعیت آن اغلب سیاه‌پوستند. شهری که دهه هاست به عنوان یکی از نمادهای ناامنی و اوضاع نابهنجار در آمریکا معرفی می شود و مرتب در فهرست شهرهای خطرناک می آید. ساکنان بالتیمور و خیلی از تحلیلگران اجتماعی محروم ماندگی این شهر و اهالیش را زمینه ساز این میزان جرمخیزی تلقی می کنند. این بندر بارها صحنه تظاهرات و اعتراض به برخوردهای نژادی بوده، از جمله در سالها و ماه‌های اخیر. بین این اعتراضها گروهی از زنان سیاه‌پوست و رنگین‌پوست همدیگر را پیدا کردند و حالا در این شهر بازارچه محلی راه انداختند که از همدیگر پشتیبانی اقتصادی کنند. در فضای باز و با حفظ فاصله به ملاحظه شیوع ویروس کرونا. سمیه بلال از افراد اصلی این جمع بوده و بساط کیک و شیرینی و بستنی دارد. من می‌خواستم همه زنان سیاه‌پوست و رنگین‌پوست که اینجا در بالتیمور در کسب و کار هستند رو بیشتر برجسته کنیم. همه این برنامه رو این زنان هماهنگ کرده و تدارک دیدن. الان که در آمریکا این همه تلاطم هست درباره نژاد و سیاه‌پوستان، دوست داشتم فضایی درست کنم که بتونیم کنار هم جمع بشیم و موفقیت‌های همدیگر رو اینطوری تجلیل کنیم. گروهی از اعضای شورای محله میز و دفترشان را به این بازارچه آوردند تا از مردم بخواهند حتما برای انتخابات ثبت نام کنند و رأی بدهند. اینجا سعی می‌کنیم که به شهروندان بگیم هر چیزی که بخواید تغییری کنه، از جمع‌آوری زباله در محله گرفته تا کمک از اینهای درمانی از طرف ایالت، همش با رأی شما تعیین میشه. به این بستگی داره که کی سر کاره، اینکه رأی شما مهمه، به خصوص برای تشویق کسانی که قبلا بابت جرم و محکومیتشون از حق رأی محروم شدند. اگر اونها رأی بدن صداشون شنیده میشه. اعتراض‌های اخیر در آمریکا دوباره به بحث‌ها درباره نحوه روایت تاریخ نژادپرستی در این سرزمین از جمله پیش از تشکیل ایالات متحده دامن زده. رئیس جمهور دونالد ترامپ که حالا برای انتخاب مجدد تلاش می‌کند، بارها گفته آنچه در مدرسه‌ها درباره تاریخ برخوردهای نژادی در آمریکا آموزش داده می‌شود، ضد غرور آمریکایی است و باید تغییر کند. Racism is taught. Where did they learn this from? I don't teach my daughter that. نژادپرستی آموزش داده میشه. آدم ها از کجا یاد میگیرن نژادپرست بشن؟ من که به بچه‌ام نژادپرستی یاد نمیدم. پس اونا که یاد میگیرن از کجا یاد میگیرن؟ در روند آموزش بهشون منتقل میشه. باید کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. نژادپرستی از بین نمیره تا وقتی که همچنان آموزش داده میشه. از بچگی آموزش داده میشه تا وقتی بزرگ بشی. آموزش داده میشه که مثلا سیاه‌پوستا ممکنه به بقیه آزار برسونن. Historic preservation will be required to.
جوان مارتین 4 دهه پیش همراه همسرش موزه‌ای از مجسمه‌های مومی برای معرفی تاریخ سیاهان آمریکا راه انداخت. موزه ملی سیاهان کبیر. در این 4 دهه مجموعی از مجسمه‌های مومی و چیدمان‌های واقع نمایانه از تاریخ سیاهان آمریکا در 4 سده اخیر جمع کردند. روایتی که از تجارت بردگان در دوره استعمار بریتانیا و بقیه دولت‌های اروپایی آغاز می‌شود و تا دستاوردها و نخستین‌های سیاه‌پوستان در آمریکای دوره معاصر می‌رسد. If you leave it to Donald Trump, then it's only going to be white men. اگه به دونالد ترامپ باشه، این مردان سفید پوست هستن که در مرکز توجه قرار میگیرن. ولی این درست نیست. اگه ما تاریخ صحیح این کشور رو میخوایم تا درک کنیم این کشور چطور شکل گرفت، نقش بردهداری در ساختن این تاریخ، نقش نزاع جنسیتی در این کشور، همین که زنها تا تصویب متمم 19 قانون اساسی نمیتونستن رأی بدن، اینا خیلی به این مربوطه که چطور بخوایم آمریکا رو تعریف کنیم. پس مسئله اینه که درک کنیم همه ما با چه راههایی کمک کردیم ایالات متحده آمریکا یا به طور کلی این جهان ساخته بشه. بین گروه‌های جمعیتی مختلف بیشترین تفاوت رأی به نفع جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ در جامعه سیاه‌پوستان آمریکاست. رأی این بخش از جامعه در ایالت‌های حساس و حیاتی می تواند به نفع نامزد حزب دموکرات تعیین کننده شود. چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا اینجا صحنه اعتراض‌های پیاپی بوده. کسانی که نتوانستند در انتخابات دوره پیش با رأیشان جلوی برآمدن او را بگیرند، از هر فرصتی برای حضور در خیابان‌ها و شعار دادن علیه او استفاده کردند. از جمله درست فردای تحریف او در پایتخت جمعیتی چند صد هزار نفری تظاهرات کردند که در اصل به عنوان راهپیمایی زنان برگزار شد. شعارهای در حمایت از حق دسترسی به سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری از شعارهای محوری آن بود. مسئله ای که همچنان هم برای هواداران دونالد ترامپ و هم برای حامیان رقیب او جو بایدن مهم است. دعوایی که هر روز ادامه دارد. اینجا یک کلینیک درمانی در شهر فرفکس است که زنانی که می‌خواهند به بارداریشان پایان دهند به آن می‌روند. در ایالت ویرجینیا که از زمان انتخاب باراک اوباما رئیس جمهور قبلی 3 دوره پیش رأیش به سوی دموکرات‌ها چرخیده. این عده یکی از بسیار گروه‌های مخالف سقط جنین هستند که این صبح زود شنبه روز تعطیل تصمیم گرفتند ساعت‌ها جلوی چنین کلینیک‌هایی جمع شوند. این بیرون وای میسیم تا وقتی که زنها میخوان برن توی کلینیک، سعی کنیم خودمون رو بهشون برسونیم و هر کمکی که از دستمون برمیاد پیشنهاد کنیم. ولی در نهایت میخوایم که اونها رو منصرف کنیم و همینطور انجیل بخونیم. فکر میکنید دونالد ترامپ برای محدود کردن سقط جنین کاری کرده؟ من به محافظه‌کارها تمایل دارم، ولی دور قبلی انتخابات به کسی بجز دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون رأی دادم. به نظرم نامزدهای محافظه‌کار عموماً فقط حرف مخالفت با سقط جنین رو میزنن. من کمی ناراضیم از میزان تلاشی که کردن. رئیس جمهور ترامپ بهتر از بقیه رؤسای جمهوری جمهوری خواه عمل کرده، ولی باز هم به اندازه‌ای که میتونسته عمل نکرده. اما به نظر می رسد برخی دیگر از تجمع کنندگان ذوق و شوق بیشتری برای دونالد ترامپ دارند. Yes, I am. I am. آره بهش رأی میدم، چون حامی زندگیه. به نظرم معرکه است. فکر کنم خدا داره ازش استفاده میکنه تا از زندگی حفاظت کنه. اصلا به این خاطر دارم رأی میدم که به دونالد ترامپ رأی بدم. اگه کسی در هولوکاست دست داشت، من بهش رأی نمیدادم. سقط جنین هم مثل همونه. نمیتونم به کسی رأی بدم که بگه سقط جنین ایرادی نداره. ولی رئیس جمهور ترامپ حامی زندگیه. میگویند وظیفه دینی برایشان مهم است و میتوان حد زد که علاوه بر این از دیدن هم عقیده هایشان اطمینان خاطر و دلگرمی پیدا میکنند. The issue of abortion is extremely important, especially for Republicans.
موضوع سقط جنین به خصوص برای جمهوری خان خیلی اهمیت داره. با وجودی که عده آمریکایی هایی که از حق سقط جنین حمایت میکنن بیشتر از اونهایی که مخالفشن، ولی مخالفانش در واقع خیلی بیشتر پیگیر این خواستشون هستن. در واقع این مسیحیان تبشیری بودن که با حمایتشون از دونالد ترامپ بابت مخالفت با سقط جنین به او کمک کردن در 2016 انتخاب بشه. در دوره اخیر حزب دموکرات کمی به سوی چپ حرکت کرده، چیزی که میشه بهش گفت خلوص عقیدتی. دیگه بعیده که این حزب افرادی رو تحمل کنه که مخالف سقط جنین هستن. قبلا عده زیادی در این حزب بودند که چنین گرایشی داشتن. به خودشون میگفتن دموکرات های حامی زندگی، به خصوص در ایالت های مرکزی آمریکا. ولی دیگه جایی در این حزب ندارن. این باعث شده که بخشی از رای دهندگان که در همه موارد بجز سقط جنین با حزب دموکرات همراه هستن، در رای دادن به این حزب مردد بشن. در سالهای اخیر ایده‌های محافظه‌کاری اجتماعی و فرهنگی که حمایت از محدود کردن سقط جنین هم از جمله آن است، بیشتر و بیشتر برای حزب جمهوری‌خواه مهم شده. مسیری که رأی تضمین شده بخش‌هایی از جامعه را برای آنها به ارمغان آورده و در این حال در معرض این احتمال قرارشان داده که اقبال زنان را از دست بدهند. همین حالا هم طبق نظرسنجی‌ها نسبت رأی جو بایدن به دونالد ترامپ در میان زنانی که رأی می‌دهند 2-1 است. این انتخابات فرصتی برای زنان مخالف دونالد ترامپ هم هست که چهره دولت را تغییر دهند. هر دو اردوگاه دموکرات و جمهوری خواه می گویند این انتخابات یک دوراهی برای آمریکاست. فرصتی برای آنکه رای دهندگان تصمیم بگیرند کشور به کدام سمت برود. رای دهندگانی که مدت هاست زیر فشار دو دستگی سیاسی عمیقی هستند. ماه هاست با بحران همه‌گیری ویروس کرونا مواجهند. اما ناظران خوشبین نیستند که نتیجه انتخابات سوم نوامبر هم بتواند این شکاف ها را جبران کند.